بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه معراج. الحمد لله یک روز دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه از تلویزیون امام حسین، و صد هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم که از شهر مقدس کربلا این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در خدمت جناب استاد بهره من هستم، به نیابت از شما عزیزان عرض ارادت دارم خدمتشون. سلام علیکم آقا. علیکم السلام و خیلی رحمت خوش الله آمدید. و برکات و سلامت باشید. محضر همه بینندگان عزیز و محترم سلام و عرض ادب داریم. ان شاء الله خدا به ما توفیق بده که نائب زیاره همه عزیزان باشیم ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی ممنون از حضورتون دوستان عزیز. همراه برنامه معراج باشید. میان برنامه و روایت برنامه در اصل تقدیم شما عزیزان میشه ان شاء الله. بعد از روایت جناب استاد بهرمن بسم الله میگن برای درس امروز. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين. قالت عليها السلام: وله الشكر على ما ألهم. شكر بر إلهامه الهی مختص خدای تبارک و تعالی از این بیان نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور استفاده میشد که در ابتدای سخن، در ابتدای کلام خوبه و مستحب انسان شکر خدای تبارک و تعالی را به جا بیاره. قبل از ورود به اصل مطلب آغاز کند سخن خود را با شکر الهی. حالا چه سخن به صورت خطابه باشد، عذر میخوام، به صورت خطابه که خود حضرت زهرا علیه السلام این خطبه را خوندن، یا به صورت سخن به صورت کتابت و نوشته باشد، آغازش همراه باشد با شکر خدای عز و جل، یا اینکه سخن عادی معمولیه، آدم میخواد سخن عادی بگه با دوستانش با اهل بیتش، آغاز سخنش شکر خدای تبارک و تعالی باشد. این عملیه که ما از حضرت زهرا علیه السلام یاد میگیریم. اگر محبوب نبود این کار و اگر این نزد خداوند متعال دوست داشتنی نبود، قطعا حضرت زهرا علیه السلام نمی فرمود اینکه شکر کرد خدا را در آغاز سخن. یعنی شکر در چنین جایگاهی مطلوب است و محبوب. در باب شکر که فرق می کند با حمد، خدمت شما عارضم، هر حمدی شکر, شکر هست. شکر هست، ولی هر شکری حمد نیست. حمد خدای عز و جل نیست. اول ببینیم شکر معنای لغویش چیه و بعد مباحثی دارد این شکر. بعد از فهمیدن معنای شکر ببینیم اقسام شکر کدام است و حضرت زهرا علیه السلام اینجا برای چه مطلبی شکر خدای عز و جل رو در ابتدای خطبشون بیان کردن. شکر در لغت یعنی شناخت نعمت. کسی که نعمت خدای عز و جل را بشناسه
معرفت داشته باشد به اینکه این نعمت نعمتیه که از طرف خدا به من رسیده، خداست که به من نعمت وجود داده، این خداست که به من نعمت حیات داده، این خداست که به من نعمت بقا و موندن در دنیا را به من عطا فرموده، این خداست که نعمت دین را برای من فرستاده، نعمت قرآن را برای من قرار داده، نعمت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را قرار داده. شناخت نعمت این شکره، مقابل شکر کفره. کفر یعنی فراموش کردن نعمت. انسان خدا را فراموش کند این کفره. بله. انسان رسول الله را فراموش کنه این کفره. امیرالمؤمنین را فراموش کنه، حضرت زهرا را فراموش کنه، قرآن را فراموش کنه. فراموشی نعمت مساوی با کفره. و حضرت با شکرشون دارن بیان میکنن معرفتشون را به نعمت و معرفتشون را به خدای تبارک و تعالی. اما اقسام شکر، شکر اقسامی دارد که هر قسمی بالاتر از قسم قبلیشه. اولین مرتبه شکر تصور و شناخت نعمته. اگر کسی با قلبش، با عقلش، با فکر و اندیشش نعمت پروردگار متعال را بشناسد، یعنی بشناسد که این نعمت، نعمت خداست. بله. این یکی از مراتب شکر را و یکی از اقسام شکر را پیدا کرد. پیدا. ثانیاً این شکر را بیارد در قالب زبان، با زبانش بگید الحمدلله، با زبانش بگید شکرن لله، حمد و ثنای خدای منعم را به زبان آوردن میشد شکر لسانی و شکر زبانی که مرتبه بعد از شناخت نعمته، که قطعاً ثوابش عظیمتره، ثوابش بیشتره، ثواب این شکر، چون اومد از باطن، آمد به کجا؟ به ظاهر. ظاهر و باطن مرا فرا گرفت. سومین مرتبه شکر، شکر مربوط به جوارحه، مربوط به اعضاء بدن انسانه. و این است که انسان این اعضا و جوارح را در مسیر گناه و معصیت قرار نده. شکر چشمم به آن است که من با چشمم گناه نکنم. شکر گوشم نعمت گوشی که خدا به من مرحمت کرده، نعمت شنوایی که به من عطا کرده، این است که با گوشهایم حرومها را گوش ندم. بله. شکر زبانیم، شکر با زبان، یعنی شکر نعمت زبان آن است که با زبانم گناه نکنم. که بعضی از محققین، خدا رحمتشون کنه، درباره زبان 100 تا آفت ذکر کردن که انسان میتونه با این زبانش 100 تا گناه انجام بده. شکر زبان به این است که من اون 100 تا گناه رو با زبانم انجام ندم. و هاکذا سایر اعضا و جوارحی که خدای عز و جل به من عنایت کرده و مرحمت فرموده. حالا در ابتدای این خطبه حضرت زهرا علیه السلام برای چه نعمتی شکر خدا را به جا آورده فرمودن و له الشکر. این له الشکر، لهو که مقدم شده، از نظر ادبی افاده حصر کرده، یعنی منحصراً شکر مخصوص اوست. بر چه نعمتی؟ بر نعمت الهام، اون الهاماتی که از طرف خدای عز و جل بر قلب و دل حضرت زهرا علیه السلام وارد شده. اون چه که به روح انسان و عقل انسان از طرف خدای عز و جل تلقین می شود،
گاهی انسان چیزهایی را میفهمه که نخونده، چیزهایی به قلبش وارد میشه که جایی نخونده، جایی از جایی نشنیده، بله. اما در قلبش هست. این چیه؟ الهامه از طرف خدای تبارک و تعالی. یه وقت مثلا خواننده ای مداحی ذاکری میگه ملهم شدم من این مصیبت را امشب بخونم، این از دست خودش نیست، این یک عنایتی از طرف خداوند شامل حالش شده. این باید شکر این نعمت الهام را به جا بیاره، بله. با خوندن باید، بله، باید به جا بیاره. یعنی علم و دانایی حضرت زهرا علیه السلام الهام از طرف خدای تبارک و تعالی است. به این معنا همینطوری که بر انبیا و بر مرسلین وحی می شود، بر اولیا و بر حجج الهی مثل حضرت زهرا و مثل امیر المؤمنین و امام صادق و امام باقر علیهم السلام، به اینها چی می شود از طرف خداوند؟ وحی نمی شود، الهام می شود. یعنی فرق بین امام معصوم با نبی مرسل تفاوتش در همین مسئله. به انبیا وحی می شود توسط جبرائیل امین، به اولیا الهام می شود از سوی خدای تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی. لذا این حدیث شریف کسی را حضرت زهرا علیه السلام به الهام برای ما بیان کردن و به ما رسیده. بنابراین معلم بشری حضرت زهرا علیه السلام نداره، علمش علم الهی آسمانی است، محدث است. روایات ما می‌فرماید ملائکه‌ای از آسمان خانه حضرت زهرا علیه السلام وارد می‌شدند، برای او مطالب آسمانی را می‌آوردند و حضرت زهرا علیه السلام همون مطالب را املاء می‌کردند. به وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین حضرت هم اونها را می‌نوشتند و شد کتاب به نام مصحف فاطمه و الان جزء اون اشیائیه که نزد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف هست. در ایام ظهور آن را آشکار میکنن و ظاهر میکنن تا بشریت اون زمان کاملا از علم بی منتهای حضرت زهرا علیه السلام استفاده کنن، که روایات ما میفرماید به هر سه زمان احاطه داشته حضرت زهرا. ما چیکار کنیم؟ روایات چنین میفرماید. عالم بود به گذشته، عالم بود به زمان حال و عالم بود به زمان آینده. وقتی خدا بخواد کسی عزیز باشه و کسی عظیم باشه و کسی بزرگ باشه، ما ها باید تسلیم اون عزیز خدا بشیم، تسلیم باید بشیم، شک و شبهه را از دلمون ببریم بیرون. و قرآن میفرماید و سلمو تسلیم، باید تسلیم این حقایق باشیم. خدا درباره عده‌ای چنین لطف خاص عنایت کرده، اون عده اهل بیت عصمت و طهارت هستند. در قرآن این علم بی منتهای خدای عزوجل وقتی مراجعه میکنیم میبینیم درباره شکر آیاتی وجود داره. مثلا این آیه در سوره مبارکه بقره خداوند خطاب به ما میفرماید فذکرونی، مرا یاد کنید، که این یاد شما از خدا بی اثر نیست براتون. اذکرکم، در عوض خدا هم ما را یاد خدا از ما چیه؟ اینکه نعمت به ما میرسونه، لطفش به ما میرسه، احسانش به ما میرسه. پس شرط رسیدن احسان خداوند به ما اینه که چی؟ خدا را یاد کنیم، نماز بخونیم، قرآن تلاوت کنیم، دعا بخونیم،
به زیارت اولیاءش بریم و در حرمها حاضر بشیم و اونجا خدای عز و جل را یاد کنیم تا لطف و احسان و عنایات شامل حال ما بشه. بعدش میفرماد وشکرولی، شاکر من باشید بندگانم، ولا تکفرون، و کافر به نعمت های من نباشید. لا تکفرون، کفر که مقابل شکره و ضد شکره، گاهی کفر در عقیده است، یکی از اقسام کفر، کفر در عقیده است، یعنی کسی که یکتایی خدای عز و جل قبول نداشته باشه این کافره. کسی که رسالت انبیا را قبول نداشته باشه. کسی که عقیده به ملائک نداشته باشه. میگه ملائک چی؟ آقا این ملائک را آخونده درست کردن، من که یه عمر زندگی کردم هیچ وقت با یک ملکی برخورد نکردم، پس من چون ندیدم وجود نداره. عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. بله، تو ندیدی دلیل بر این نیست که وجود نداشته باشه. تو محدودی و تو اون دایره چشمت زیغه و نمیتونه با این زیغ ماورای این عالم ظاهر را ببینه. کافیه که این پرده ظلمت برد کنار و بتونی حقایق را با چشم باطن، حقایق را کاملا ببینی. پس ندیدن دلیل بر نبودن نیست. پس کفر یکی از اقسامش کفر در اعتقادات، کفر در عقیده است، مثل کسی که منکر خدای عز و جل باشه. گاهی کفر نعمته که نعمت را خدا بهش داده، اما توجه به این نعمت نمیکنه و این نعمت را در مجرای خودش به کارش نگیره. این کفر یکی از اقسام کفره. گاهی هم کفر عملیه، یعنی عمل نکردن به دستورات الهی، عمل نکردن به کتاب، عمل نکردن به فرمایشات خاتم الانبیا، عمل نکردن به دستورات معصومین علیهم السلام، اینم کفره. چون بعضیامون به قسمت از دین ایمان میاریم و به قسمت دیگر به ایمان کفر، بله، کفر میورزیم. قرآن کریم در سوره بقره آیه 85 میفرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. به قسمت از آیات ایمان آوردید، اونجایی که به سودتونه، بله، هر چی به نفع، اما به بعضی دیگر که مربوط به ولایت آقا امیر المؤمنین علیه السلام، به بعضی کتاب چی؟ کفر میورزید. پس یکی از اقسام کفر، کفر به چیه؟ کفر به دستورات الهیه، کفر به کتاب خدای عزوجل. و اما ببینین در کلام حضرات معصومین اولیاء خدا علیهم السلام، مصادیق شکر کدام است؟ شکر مواردی دارد در خارج، مصادیقی دارد در خارج. بعد از این تعریفی که در ذهن از شکر کردیم، ببینیم موارد شکر و مصادیق آن در کلام معصومین علیهم السلام چیه. امام صادق سلام الله علیه میفرماید یکی از مصادیق شکر شناخته و معرفت به نعمته. میفرماید من انعم الله علیه به نعمتین، هر کسی که خدای عز و جل بهش یک نعمتی داد، همسر خوبی بهش داد، خانه وسیعی بهش داد، ماشین تندروی بهش داد، اینا دارد که از سعادت یک مرد اینه که خدا بهش همسر حرف شنوی بهش بده، بله، خانه وسیعی بهش بده، دابه سریعی داشته، ماشین تندروی بهش بده. اینا نعمت هایی است که خدای عزوجل
به بندگانش در دنیا مرحمت بکنه. کسی که چنین نعمت هایی را خدا بهش عطا کرده، فعرفها به قلبه، اون نعمت را با قلبش شناخت، یعنی شناخت که این از طرف خداست، نه اینکه بگم من اینا رو به دست آوردم و کار به کسی ندارد. نه، باید رب داد نعمت را به صاحب نعمت. کسی که این نعمت ها را به قلب خودش بشناسد، فقط ادا شکرها، شکر این نعمت را به جا آورد، ولو به زبان نگفت شکرا لله الحمدلله، اینا را نگفت، ولی فقط نعمت را شناخت. نفس شناخت قلبی نسبت به نعمتهای الهی، این شکر است و یکی از مصادیق موارد شکر نعمت پروردگار تبارک و تعالی. مرحله بعدی بعد از شناخت میاد به لسان و میاد به زبان، شکر زبانیه. امام صادق علیه السلام طبق روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، میفرماید ما انعم الله علی عبد بنعمت، هر نعمتی که پروردگار متعال به بنده از بندگانش مرحمت بکنه، صغرت اون نعمت، چه اون نعمت نعمت کم باشه، نعمت کوچک باشه، نعمت کوچک مقابل نعمت بزرگ. بله، ما نعمت کوچک را نعمت مادی میدونیم، نعمت بزرگ را نعمت معنوی میدونیم. نعمت های مادی چون محدوده، بله، و فناپذیره، فناپذیره، لذا اینا بهش میگیم صغرت، این صغیره. اما نعمت معنوی چون باقی، بله، بله، چون باقیه، اون میشه چی؟ کبرت. هر نعمت مادی که خداوند انسان داده مرحمت کنه، مال حلال، همسر سازگار، فرزند صالح و شایسته، دوست با وفا، اینا نعمت های چیه؟ نعمت هایی که خدای عز و جل به انسان داده است در دنیا. یا کبرت، من معنوی باشد اون نعمت، بله، مثل نعمت دین، نعمت ایمان، نعمت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام که دست ما را هم در دنیا و هم در آخرت میگیرد و ما را عاقبت نجات میدهد و مشمول شفاعت کلیه حضرت صدیق سلام الله علیها ما را میکنه. همینش هم اثر خیلی همون زیاده. بله، همین نعمت اگر شناخت کسی این نعمت را، فقال الحمدلله، به زبان بگوید، یعنی صبح به صبح، شب به شب، الحمدلله رب العالمین که علوی هستیم، الحمدلله رب العالمین که حسینی هستیم، یزیدی نیستیم، علوی هستیم، طرفدار معاویه نیستیم، هم داره شکر خدا را داره. الا ادا شکرها، وقتی که بگوید الحمدلله رب العالمین، با زبانش این جمله را بگوید، اون نعمت را چه کوچک باشد چه بزرگ باشد، شکرش را چکار کرده؟ ادا کرده، به جا آورده. یکی دیگه هم دوری از گناهه. خدا از ما گناه را نخواسته، پیغمبر گناه را از ما نخواسته، بله، امام علیه السلام گناه را از ما نخواسته. میفرماید شکر و نعمه، قال صادق علیه السلام، شکر و نعمه اجتناب المحارم، دوری کردن از حروم ها، این شکر، راهی برای شکر نعمت خدای عز و جل. و تمام شکر، اگه خواستیم یک شکر کامل، یک شکر تمام عیار به جا بیاوریم، با این زبانمون بگوییم الحمدلله رب العالمین. حمد مخصوص اون اللهی که پروردگار تمام عالمیان است. این چنین جمله‌ای، این در واقع تمام شکر خدای عز و جل، یعنی شکر بی نقص، شکر بی عیب، همینطوری که نعمت‌های پروردگار نقصی درش نیست، نعمت‌های خدای عز و جل برای ماها کامله، این اقتضا می‌کند که شکر کامل و شکر تمام
داشته باشیم و شکر تمام گفتن الحمدلله رب العالمین مال اصل نعمت هاست و در پایان نعمت ها باز باید گفت و نقول الحمدلله رب العالمین. حمد مخصوص خداست، خدایی که همه چی به عالمین داده است و اونها را به حال خودشون رها نکرده، بلکه تربیت امور عالمین را هم عهده‌دار است. اینا مصادیق شکر و مراتب شکر. تا انشالله ادامه بحث را میگذاریم برای جلسه آینده انشالله. خیلی ممنونم ازتون جناب استاد بهرمند. دوستان انشالله میان برنامه ببینید، بعد از میان برنامه در خدمت هستید. وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان برنامه معراج. همینطور که مستحضر هستید از طریق اپلیکیشن تلویزیون امام حسین علیه السلام میتونید بیننده برنامه معراج باشید. دوستان عزیز از طریق فیسبوک و یوتیوب تلویزیون امام حسین علیه السلام هم میتونید همراه ما باشید. تنها راهی که میتونید سوالات خودتون رو خیلی سریع به دست ما برسونید این هست که شماره‌ای که برای شما از ابتدای برنامه دوستان بنده در اتاق فرمان برنامه زیر نویس میکنند رو یادداشت کنید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال میکنید از طریق تلگرام و واتساپ. محبت کنید منت سر بنده بذارید. یکی دو روز پیش به صورت اتفاقی یکی دو تا از بینندگان تماس میگرفتن و وقتی که جوابشون داده شد گفته بودن که میخوایم سلام بدیم خدمت امام حسین علیه السلام. دوستان مکررن عرض میکنم که هر برنامه در تلویزیون امام حسین علیه السلام شماره مخصوص خودش رو داره و میتونید با این شماره ها تماس بگیرید. شماره برنامه معراج هم فقط خاص سوالات شرعی شما هست. اگر بزرگواری جواب شما رو میده و یا اینکه به شما میگه که این شماره فقط برای سوالات شرعی هست، به این دلیل هست که یا نزدیک حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام نیست، یا اینکه کاری که باید انجام بده این هست که شما را هدایت کنه به سمت برنامه سلام کربلا یا برنامه منم مشترکم یا شماره روابط عمومی که دوستان بنده در روابط عمومی همیشه مشغول هستند برای اینکه سلام های شما را محضر سید الشهدا علیه السلام برسونن. این برای تماس ها عرض کردم و الا خیلی هست پیام هایی که هم التماس دعا گفتن ما انجام وظیفه میکنیم و هم خواستن که محضر سید الشهدا علیه السلام دعاگوشون باشیم انشاءالله به دیده منت. و اما سوالاتی که برای امروز انتخاب شده، بسم الله الرحمن الرحیم. خانمی که طلاق گرفته آیا میتواند دوباره به شوهرش برگردد و با هم زندگی کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر این زن در عده طلاق باشه، هنوز عده طلاق او تموم نشده، بله مرد میتونه در عده طلاق به همسرش رجوع کنه و نیازی به عقد مجدد به خوندن صیغه عقد نداره. این همسرش حساب میشد و هم که مراجعه کرد به او یه دستی مثلا به او زد، این به معنای رجوع زن شوهرن به همدیگه حلالن، مثل قبل از طلاق میتونن با هم زندگی کنن. اما اگر عده طلاق مدتش تموم شده یا طلاق اصلا طلاق غیر رجعیه، بهش میگن طلاق بائن، مثل زنی که یائسه است، اگر او را طلاقش دادن او طلاق بائن حساب میشه. اگر مرد مجددا خواست با
این زن زندگی کنه، در اون صورت نیازمند به عقد جدیده، باید بینشون عقد جدید خونده بشه و بدون عقد نمیتونن با هم باشن. یا اگر چنانچه این زن سه طلاقه شده باشه، یعنی سه مرتبه طلاقش داده و رجوع کرده، دیگه بعدش بدون عقد جدید نمیتونه، یعنی بدون حتی نه عقد جدید که هیچی، حتی با عقدم دیگه نمیتونه، باید این زن برد یه شوهر دیگری بکنه و اون شوهر او را طلاق بدهد با تفصیلی که در بارش هست. بعد از اینکه او را طلاق داد، عده از اون مرد باید بگیره بعد از طلاق برگرده به وقت مجددن، اگه خواست با شوهر اولی برگرده باید با عقد جدید برگرده. علت این سختی و پیچ و خم فقط به خاطر اینه که طلاق ندن، با هم دیگه زندگی کنن. طلاق حلالیه که خیلی بده نزد خدای تبارک و تعالی. روایات بعضیش میفرماد عرش خدا میلرزه با طلاق. باید زن و شوهر با هم بسازن. اونایی که فکر کردن طلاق راه حل مشکلاته، متوجه شدن که مشکلاتشون مضاعف میشه با طلاق. بله، با طلاق مشکلاتشون حل نمیشود. خدا الفت و محبت و دوستی را خواسته است، نه طلاق و دشمنی و کینه و جدایی. بله. متشکرم. بیننده بزرگواری گفتن نمازم را بدون اذان میخوانم ولی اقامه نماز را میخوانم، نمازم درست است؟ اذان و اقامه نماز از واجبات نیست، از مستحبات. اعتبار نماز را بیشتر میکنه، ثواب نماز را بیشتر میکنه. بنابراین اگر کسی یه نمازی بخونه بدون اذان و اقامه، نمازش عیبی نداره، نمازش درسته، ولی خیلی ثوابش از نماز با اذان و اقامه خیلی نمازش ثوابش کمتره. بله بله، و انسان باید بره دنبال ثواب بیشتر انشالله. بیننده بزرگوار دیگری پرسیدن که بازی کردن با آلات قمار مثل ورق، پاسور و شطرنج در مدارس ابتدایی با کودکانی که هنوز به تکلیف نرسیدن چه حکمی دارد؟ بنده کارمند مدارس این مدارس هستم. خب کسی که بالغه، بله، و به تکلیف رسیده، مسلم برای او بازی کردن با آلات قمار مسلم حرامه و جایز نیست. اما کودکان چون به سن تکلیف نرسیدن و هنوز مکلف نیستن، برای اونها ایراد، برای اونها فقط ایراد و اشکالی ندارد. اگرچه بهتره که فرزندانمون را قبل از تکلیف اونها را عادت بدیم به انجام تکالیف و عادت بدیم به ترک گناه و معصیت، تا زمانی که به سن رشد و سن تکلیف رسیدن ترک گناه برای اونها آسان باشه، چون اینها از قبل تمرین کردن که گناه نکنن، تمرین کردن دروغ نگن، تمرین کردن که غیبت نکنن، تمرین کردن که تهمت نزنن، تمرین کردن که مثلا موسیقی گوش ندن، و تمرین کردن که با آلات قمار دست نزنن. بنابراین حالا که به تکلیف رسیدن، ترک گناه برای اونها سهل و آسان و این وظیفه سنگینیه که بزرگترها، والدین، معلمین، بله، اونایی که تربیت امور فرزندان را به عهده دارن، این وظیفه سنگینیه که بر دوش اونهاست. بزرگترها قمار خودشون بازی نکنن تا بچه هاشون قمارماز نشوند. بله متشکرم. تقریبا کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. بیننده بزرگواری پرسیدن 2 دقیقه فرصت داریم، خب سریع بپرسم. بیننده بزرگواری پرسیدن چرا ما باید تقلید کنیم؟ همسرم میگوید چیزی که در قرآن هست را همان را بهش عمل کنیم، یعنی میگوید من از قرآن تقلید میکنم. اولا اینجا یه اشتباهی هست برای
این شخص فکر میکنه که تمام احکام در قرآن مجیده، در حالی که احکام هم در قرآن است و هم در کلام معصومینه، چون فرمود انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترت و عترتی. این یک مطلب اساسی مهمیه. پس اگر کسی حکمی از احکام دین رو بخواد بشناسه، باید برد سراغ کتاب و عترت. بله. اگر خودش توانایی رجوع به کتاب و عترت رو داره، درسش رو خونده، پس این مجتهده، این نیاز به تقلید از کسی را نداره. اما اگر وارد نیست در سایر اعمال و فنون، چی میکرد؟ رجوع میکرد به متخصص. بله. در امر دین هم باید ما رجوع کنیم به فرد متخصص. رجوع جاهل به عالم، این همش میگن تقلید. و قرآن کریم هم میفرماید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وقتی که علم نداری، از کسی که عالمه برو بپرس، سوال کن. و یک مطلب عقلیه و قرآن ما رو به این مطلب عقلی دارد ارشاد میکنه. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم ازتون. دوستان عزیز، از شما هم ممنونم. در پناه امیرالمومنین علیه السلام باشید. یا علی، حسنا.